بیننده عزیزی پرسیدن که چند دارالفتا همه هنفی زمانی که یک مسئله از ایشان استفتا می شود هر دارالفتا مخالف دارالفتا دیگر جواب میداد راهی بیرون رفت از این مشکل چیست؟ اجرکم الله ببینید مسائلی که دار شما مراجعه می کنید عادتا مسائل فقهی از فروعات هست مسائل اصول و ثوابت دین نیست مسائل اصول و ثوابت دین هیچ کس در او اختلاف ندارد مسئله فتوا که هست این اجتهاد است اجتهاد عالم با یک عالمی فرق می کند در مسائل اجتهادی بین امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شاگردانشان امام ابو محمد و امام ابو یوسف بیش از 80 90 درصد اختلاف وجود دارد یعنی کلا شاگرد امام ابو حنیفه بر خلاف رأی امام فتوا داده است در بین علما در بین مجتهدین خاصتا این اختلافات وجود دارد آله مثلا شما میرید پیش یک نفری پیش یک دارالفتایی هم هم هنفی هستن مثلا میگید که من اگر که مثلا آمپول یا پیشکاری مسکن بزنم چی است یکیش میره بر رأی یکی از علمای احناف میگه جایز است و دیگریش میره بر رأی یک عالم دیگر میگه که نه جایز نیست شما رأی آن عالمی که آن دارالافتایی که فکر میکنید کنید متقی ترن پرهیزگار دلایل قوی تر دارن علمشان سعی است اما را قبول بکنید وانگهی مسائل اجتهادی یک مثال ساده به شما بزنم مثل چی میمانه مثل شما پیش یک دکتری میرید به شما مثلا میگید که گلوتون مثلا التهاب داره چرک داره عفونت داره یکی برای شما آموکسیلین می نویسه یکی براتون مثلا یک نوع دیگری از انتیبیوتیک رو می نویسه یکی براتون کلاوت مثلا می نویسه. یکی براتون آموکسیلین می نویسه اینها همش همون انتیبیوتیک هست منتا این یک کمی در ترکیبش فرق داره از یک کارخانه ای. این ترکیبش که کمی فرق داره از یک کارخانه ای. هدف همه اینها چی است؟ از بین بردن چی؟ میکروب های بدن دقیقا مجتهدین و علمایی که شما مسائل فقیتون رو اونا میپرسید و گاهی اوقات کمی در فتاوای اونها اختلافاتی وجود داره ولو در داخل یک مذهب باشن مثل همین است مثل همین نمونه یک دکتری که به شما مثال آوردم و اینها مهم نیست هر کدامش که شما فتوایش به نظر شما درست است و فکر میکنید قلبتون آرام میگیره انسان این نباشه که به دنبال رخص بگرده به دنبال این بگرده که والا کجا برم یک فتوایی بگیرم که به نفعم باشه نه انسان نباید دنبال این باشه بلکه در فتوا گرفتن انسان باید هدفش تقوا باشه مثلا طرف میخواد که حالا آمپول بزنه بر شکلی که شده آمپول تقوی بزنه مثلا میره مثلا پیش عالم حنفی میگه نه جایز نیست میره که دنبال یک حنبلی میگرده که بهش جواز بده فتوا بده این درست نیست که انسان اینطوری باشه این از تقوا نیست انسان نباید به دنبال رخص بگرده به دنبال فتوای آسانتر بگرده که کارش آسان بکنه آن جایی که شما یقین حاصل میکنید قلبتون آرام میگیره که این طرف متقی است پریزگار پرویز، است با علم با دلیل به شما فتا میده از اونجا فتا بگیرید و هی دار رفتای خودتون هم عوض نکنید از اینجا به اونجا مثل, مثل دکتری که بعضیا برای یک بیماری برای بیماری داخلی همیشه پیش یک دکتر مراجعه بکنید این براتون بهتر است چون که این دکتر اصلا این ریکارد بیماری شما رو وجود شما رو همه چیز شما رو داره پیشش میتونه بهتر راحتتر برای شما دارو تجویز بکنه تا اینکه هر روز برید دکترتون رو عوض بکنید اون دکتر جدید هیچ اطلاعی در مورد گذشته بیماری های شما نداره